سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب بریم سراغ یه موضوع دیگه. میخوام یه چیز دیگر هم اینجا نشون بدم. میخوام مشتری که بیشترین سود رو بر من داشته رو اینجا اسمشو ببینم. خب مشتری که بیشترین سود رو بر من داشته. خب یه کارت اینجا اضافه میکنم. خب لیست مشتری ها رو اگه به این پاس بدم از توی دیم کاستومر، یه فول نیم دارم، اینو به این پاس بدم چی به من نشون میده؟ این اسمت کجا اومد؟ اولین اسمی که تو جدول مشتریان هست بعد به ترتیب حروف الفا اونو نشون میده. اینجا هم نشونش فرست فول نیم، اولین اسم رو نشون میده. اما من نمیخوام اولین اسم رو از حروف الفا نشون بده، میخوام اونی که بیشتر درآمد رو داره نشون بده. چیکار میکنم؟ میام اینجا یه فیلتری رو اینجا اعمال میکنم. میام اینجا یه فیلتر اعمال میکنم، میگم که یه لطفی بکن یه فیلتر اعمال کن بر اساس پروفیت مارجین 1. اینو اینجا اضافه میکنم، اینو میذارم روی خب فیلتر اعمال نمیشه. چرا؟ مثل که سر ناسازگاری داره و فیلتر اعمال نمیشه. بذارید من یه لحظه یه حرکتی بزنم روی این. من فیلتر رو بذار بردارم یه جوری دیگه برم جلو مسیر رو. از همون دیم کاستومه فول نیم رو داره میذارم تو فیلتر. آها حالا شد. میگم که تاپ ان رو به هم بده، یعنی بالاترین رو به هم بده بر اساس پرافیت مارجین. من اون دفعه اصلا اشتباه رفتم مسیر رو. اینو اپلای بزنم، نگاه اسم عوض شد. حالا از کجا چرا فیلتر پاک کردم؟ یه بار دیگه کاستومر نیم بیسیک فیلترین تاپ ان تاپ یک بر اساس پروفیت مارجین، اینو اپلای میکنم. خب حالا از کجا فهمیدین اسم واقعا بیشتر درآمد رو داشته؟ بریم با هم ببینیم. یه تیبل اینجا میذارم، بعد پروفیت مارجین میذارم اینجا، فول نیم هم میذارم بالاش. اینجا نیا کنید یه سورت بکنم، مستر براد جی 64% سودی بودی که به ما داده و بیشتر درآمد داشته. حتی میتونم به یه اسلایسر اضافه کنم، یه اسلایسر اینجا بذارم. خب به این اسلایسر من میام یه دونه از جدول داینامیک دیتا اضافه میکنم. خب اینجا نیا کنید، من بازار محدود کنم همه اینا عوض میشه. خب اینجا باشه، بیام اینو دست به سرگوشش بکشیم. اول لیولش رو برمیدارم، بعد دیگه چیکار کنیم؟ یه لیبل خودم براش درست میکنم. بذاری در فونتش رو کوچیک کنم. کجاستی خوش؟ آیاش خب یه تکس بالاش خودم اضافه میکنم، تکس باکس the most profitable customer.
وسط بود. میزنمش بالایی. که تایتلی داشته باشه. خیلی خوب، اینو میذارم این گوشه. خب حالا من میخوام یه کارت دیگه اضافه کنم. اینجا میخوام محصولی که بیشترین فروش رو داشته رو داشته باشم، تعداد فروشش رو. یه میجری دارم به نام Total Cutie by Sold، اینو میذارم اینجا. میگه 39,000 تا محصول فروخته شده، اما میگم یه فیلتر روش اعمال کن از جیم پروداکت. پروداکت میخوام بدونم که در حقیقت اون محصولی که پروداکت نیمو میارم اینجا تو فیلتر اضافه میکنم. اینو میزنم رو تاپ ان تاپ وان، بعد اینجا توتال کیوتی وای رو میذارم. محصولی که بیشتر فروش داشته 3402 تا بوده، بیشتر تعداد فروش داشته. خیلی خب، این از این. اینو میذارم همین بالا، بیا کوچیکش کنم. خب حالا من میخوام اسم این محصول رو بالا این بذارم. چیکار میکنم؟ بذارید یه لحظه یه ضعف اون تینو کوچیک کنم. خب میخوام اسمش هم داشته باشم، دقیقا همین رو برعکسش رو میگم. یعنی میام اینجا میگم که پروداکت برو پروداکت نیم رو بذار اینجا. خب اوکی، حالا اینو فیلتر کن. یه فیلتر رو این اعمال میکنم top n top 1 بر اساس total cutie by sold. این میشه بیشتر جنسی که بیشتر فروش رو داشته. یه ذره فونتش رو کوچیک میکنم. بعد لیبلش هم بذارید بردارم. خب میذارم اینجا اینو، این هم میذارم اینجا. یه ذره دیگه فونتش رو کوچیک‌تر بکنیم. 30 کنم 25. خب من بالا این یه تایتل هم میذارم، همین تایتل این وریه رو کپی میکنم. سرم بالا می‌نویسم highest order product. بسیار عالی. خب حالا میخوام کنار این محصولی که بیشترین سود داشت دارم داشته باشم. دقیقا همین فرمون دوباره میریم جلو. یه کارت اضافه میکنم، پروفیت رو اینجا اضافه میکنم، کوش این آشش. خب بعد میام اینجا پروداکت نیم رو میدم به فیلتر. یک پروفیت مارجن رو ولیوش پاس میدم، اپلا. این بیشتر سود داشته این محصول. اینو غیر فعال بکنم، فونتش رو بذار بکنم 25 که اونقدر دادم. خب خب اسم محصول بغلش داشته باشیم، پروداکت نیم، بعد یه فیلتر پروداکت نیم هم اینجا میذارم.
بر اساس مارجین. اینم محصول بوده که بیشترین سود رو داشته برای ما. بذار یه فونتش رو کوچیک‌تر کنیم. خب اینم کپی کنم. پروداکت with the highest profit. خیلی خوب، این هم از این. حالا چی دمانش بعدا درست میکنه. خیلی خوب، بریم یه بدمش بشه جلسه بعدی. فعلا خدا بسید.